فرماندار سابق ایالت نیویورک در پی شکایت یک کارمند سابق دولت ایالتی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته به نام ناطقی و جزئیات بیشتر در این باره رئیس پلیس آلبانی پایتخت ایالت نیویورک در دادخواست علیه اندرو کومو فرماندار سابق او را به تعرض جنسی به یک کارمند دفتری فرمانداری متهم کرد که در طبقه بندی جرائم جنه قرار میگیرد و میتواند به صدور حکم یک سال حبس منجر شود کومو 63 ساله 56 ششمین فرماندار نیویورک متهم است که روز 7 دسامبر سال میلادی گذشته در طبقه دوم ساختمان فرمانداری به زور دست خود را از بلوز به سینه چپ این کارمند رسانده و به زور در رفتاری که کارمند آن را تحقیرآمیز توصیف کرد سینه او را لمس کرده بود تابستان گذشته وقتی شکایت این زن و زنان دیگر در رسانه ها پیچید کومو در بیانیه رسمی شکایات زنان را ناشی از تغییر ارزش های فرهنگی جامعه قلم داد کرد I That made people feel uncomfortable. حالا میفهمم که رفتارم بعضی ها رو معذب کرده بود که از روی قصد نبود و حقیقتا و عمیقا عذرخواهی می کنم و ناراحت هستم و راستش خجالت زده شدم که گفتنش آسان نیست ولی حقیقت هست آقای کومو شهری بر ماه گذشته بعد از انتشار گزارش کامل دادستان ایالتی درباره شکایت های مشابه 11 زن از مقامی که ده سال و نیم اشغال کرده بود استفاده داد هرچند نام قربانی در کیفرخواست نیامده اما روزنامه نیویورک پست گزارش داد که وکیل یک کارمند دفتری فرمانداری به نام بریتنی کومیسو تایید کرده است که شاکی موکل 33 ساله اوست خانم کومیسو نخستین بار در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه CBS بی اس جزئیات تعرض جنسی فرماندار علیه خود را تشریح کرده بود نیویورک پست در گزارش خود احتمال داد که آقای کومو بازداشت شود اما وال استریت جورنال گزارش داد که دادستان ناحیه آلبانی از ارائه کیفرخواست پلیس ابراز تعجب کرده و اسوسییت پرس نوشت احتمال دارد کیفرخواست به اشتباه ارائه شده باشد پلیس آلبانی پیامک های تلفنی مکاتبات محافظان شخصی فرماندار و اسناد مربوط به رفت آمد فرماندار و مصاحبه مطبوعاتی او در روز وقوع جرم را زمینه پرونده کرده است